Allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai was one of the greatest scholars and exegetes of the 20th century. Yet he was not just a scholar, he was also a teacher and a role model for his students, most of whom went on to become great scholars themselves. آقای طباطبایی خیلی متواضع بود. خیلی اصلا هم لباسش یه عمامه کوچولو ثابت شد برای دوستان مدت ایشون هیچی نداشت و زیر بار قرضم بود و به کسی هم اظهار نمیکرد. چیزی نداشتن. ولی توکل عجیب بود. من یک پیرهنه. من یادم نمیاد، نظرم نمیاد، یه پیراهن نو به بدن تنیشون بود. آدم وقتی علامه طباطبایی میبینه راه رفتنش، حرف زدنش، اینا نه اینکه بر اساس تبلیغات باشه، این چیزی که شهود خودمونه. آدم به یاد پیغمبر خدا میفته. اصلا آقا این که مینشست حرف اضافه نمیزد، گوش میداد، سوال میکرد جواب میداد، درسته؟ اما ابتداعا سخنی بگه در این حال که یک قیافه بسام و خوشروعی داشت. معمولا علامه این چنین بود، من نمیگفت، حرف من، صحبت من، خانه من اینطوری نبود. یه جاهایی که لازم بود دیگه چاره نبود که باید بگه، شما میتونم من بنده. یک طلبه فاضلی یه پیامی به ایشان آورده بود از اصفهان که ببره به خدمت ایشان نامی. خودش هم میخواسته برگرد اصفهان، ساعت 2 بعد از ظهر بلیطش باید حرکت کنه و متعیر و متعدده که آیا خدمت ایشان برسم نرسم، مزاحم هم نیستم. بالاخره دل به دریا زدیم بودیم، هرچی شد رفتیم در زدیم، ایشان آمد آرام یواش دور کرد، یواش در باز کرد، یه قالیچه آورد پیر من، انداخت اون دست لرزانش، انداختم در. چرا؟ گفتم آقا چرا آیسته صحبت میگوی؟ خادم اینجا خوابیده، مشمادری بود، خوابش گرفته بود تو اتاق. برای اینکه این مرد بیدار نشه از خواب، ایشان آرام زود. نگاهش، آدم احساس میکرد این نگاه یک نگاه پدرانه و مربیانه است، یعنی نگاه دینی دلسوزانه است که دوست داره افراد رو راهنمایی کنه. تدریسش، پاسخ به ایراد شاگرد، گاهی از مدرسه حجتیه همین جور ازش میپرسیدن تا میرفت در منزلشون اون داخل یکی از اون کوچه های اون از دیگه پشت مسجد سلماسی، ایشون همینجور با حوصله با تعنی جواب میداد و وقتی میرسید به در خونه که میبایست در رو با کنه برد تو، این دیگه خسته شده بود، این پشتشو اینجوری میزد به در و بازن جواب میداد که دیگه دانشجو و طلبه خودش خجالت میکشید، رها میکرد میداد. شما این برخورد رو، این ادب رو، این حرمت اشخاص رو در نظر بگیرید، یک بار به یک طلبه، به یک معترض درس ایشون تندی نمیکرد. یک طلبه بود خیلی حرف بی ربط میزد، ولی خیلی هم مصر و سمج بود، وقت طلاب رو میگرفت. خب من خیلی عصبانی میشدم، برای اینکه برای وقتمون ما ارزش قائل بودیم، دلمون میخواست که استفاده کنیم، اینم وقت رو میگرفت، هیچی هم حالش نبود، حرفای بی ربط نه حرفای بی... یعنی حالش نبود که حرف بی ربط میزد، جسورم بود. خب تو طلبگی هم آزاده که کسی اشکال کنه. یه وقتی من بعد از درس رفتم خدمت ایشون، گفتم آجا با ایشون وقت درس رو زیاد میگیره، این طلبه میشنسیم که جسورم هست، حرفاش هم که بی ربطه، وقت رو زیاد میگیره، آخه هم وقت ما گرفت هم وقت شما طلاب، وقت شما تزیم میشه. یه نگاهی به من که یه لبخندی زد، لبخند ملیحی زد با یه نهایت
بزرگواری و تمانینه با لحظه تبریزی فارسی ترکی گفت اشکال است. همین جواب اشکال است. ولی گاهی بعضی از دوستان حرفای عمیق‌تر می‌زدن. یک حرف عمیق که زده می‌شد می‌دیدم سراپای مرحوم علامه به وجد می‌آمد، سراپا گوش می‌شد، ولی که حرف عمیق از شاگردش می‌شنید. هر چی آدم عمیق‌تر صحبت می‌کرد اون به وجد بیشتر می‌آمد. و تو گویی که اصلا این بهترین هدیه است که خداوند میده، که مخالف بود ها، اشکال بود به علامه، اما اشکال رو با تمام جان میپذیرفت. وقت وارد بحث میشه، به عنوان یک خطیب سخن نمیگفت، به عنوان یک فقیه هم سخن نمیگفت، مگر اینکه در فقه گفتگو بود و دیالوگ، و حتی میخواست از ما که فکر بکنیم. اصلا اگر فکر میکرد که ما تعبدن میخواییم از قبول کنیم، حالش بد میشد. اصلا این حالت با او بیگانه بود که من یه چیزی میگم شما گوش بکنید. علت این که من با ایشون آشنا شدم این بود، آقای طباطبایی میومد تهران، آمد و شدی داشت در اون تاریخ، یعنی 60 سال قبل. بله، آمد و شدی داشت، با پدر بنده هم رفیق بود، مربوط بود، خیلی رفاقت. والا ایشون یه آدمی بود که از اروپا را می افتادن می مدن برای که ایشون رو ببینن، و خیلی سلامت طبع داشت، و هر کی هم ملاقات می کرد عرض شد که ملاقاتش با اون عرض شد که الگویی بود برای اونهای دیگه. من احساسم اینه که خدمتی که علامه طباطبایی کردند با روی خوشی که به کسانی مثل هانری کورمن نشون دادن در مباحثی که با هانری کورمن داشتند، و بعد بحث شیعه در اسلام رو مطرح کردند که حاصل بعضی از این مباحث بود، که اون جنبه های معنوی تشیع رو که واقعا غرب هم اینها رو نشناخته. مرحوم های طباطبایی یک چیز بسیار دلنشینی که داشتن، آخر شب قبل از خوابیدن یه مقدار قرآن میخوندن، از روح ها همینجور قرآن میگذاشتن و مقداری تلاوت میفرمودن که در واقع با اون نورانیت آیات به خواب برن. و این توفیق شامل حال این مرد بزرگ شد که به توفیقات الهیه بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سید الشهدا، خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد که تفسیر قرآن به قرآن را شروع کرد. جناب امیر المؤمنین علی علیه السلام در دو جای نهج البلاغه فرمود که آیات قرآنی ناطق یک دیگرن، و در جای دیگر شاهد یک دیگرن، و این معنا را حضرت استاد در مقدمه تفسیرش آورده است. در روایات ما هم آمده القرآن یفسر و بعضه و بعضه، بعضی قرآن تفسیر و بعضی دیگه شبونه. خدا طباطبایی هم در مقدمه همین تفسیر المیزان اینو نوشته. روشتون استاد؟ روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیاتی خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب، عرض کنم مطالب را خودش، مطالب خودش از خودش حل می شود، یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یه آیه دیگری این آیه را تفسیر می کنه و توضیح می ده، و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه. خواستن که واقعا قرآن را بزرگ کنن، قرآن هم ایشون را بزرگ کرد. و الحق و الانصاف این تفسیر واقعا بی نظیر است، همینجور که حقیق مکرر تعبیر کردن بی نظیر است، و یک افتخاری است برای عالم تشیع.
این درس تفسیر تو حوزه ها از زمان های طباطبایی اینجور مطرح شد که حالا آقای جوادی حفظه الله داره به صورت یه درس در آوردش. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. سید الاستاد علامه طباطبایی از روز اولی که ما در خدمتشون بودیم ایشون می‌فرمودن این مراقبه و محاسبه رو داشته باشید تا آخر عمر. بندان در که برای بنده و جناب عالی و همه دوستان ما و اینا لازمه و باید درش هیچ گونه مسامحه نکرد، عبارت از اینه که خدا را نباید فراموش کرد. این حقیقت را برای همه لازمه که انجام بدن و همیشه در مد نظرشون باشه، در خواب، در بیداری، در همه حال، در هر حالی که فرض بشود این معنا در نظرشون باشد که خدا را نباید فراموش کرد. حتی این اواخرشون یه حالت بهتی گرفته بودن، یه بود که دیگه حرف نمیتونستن بزنن. اینا یکی از رفاقا شاگردایشون در اون حال ازشون سوال کرد که آقا در این حال چه سفارشی دارید؟ ایشون میگو یک صدای نازک المحاسبه المراقبه. اون حال کس نمیتونه حرف بزنه، فقط دو کلمه بود، این مراقبه و محاسبه. طباطبایی واقعا از لحاظ معنویت حالات خیلی دلنشینی داشت. یعنی شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود، مستقرب بود. مرحومای قاضی فرموده بود که اگر در بهشت بگویم نماز نخوانید ما چه بکنیم؟ یعنی اونقدر لذت عبادت برای قاضی مهم بوده. ایشون به من گفتن که مادر، گفتن که بعد از مرگ من فلان خانمو که ما میشناختیم که شوهر نداشت، فلان خانمو بگیرید برای پدرتون، در حالی که خانمها همچین توصیه‌ای نمی‌کنن، خوششونم نمیاد که شوهرشون زن بگیره، ولی ایشون گفتن که بعد از مرگ من فلان خانمو بگیرید برای پدرتون. در اون جلسه من به مادرم گفتم که این حرفا چیه شما میزنید، صحبت مرگ و میر میکنید و اینا، کی میدونه که کی خواهد مرد؟ ایشون برگشت من گفت پدرت خودش به من گفته. گفتم چیو گفته؟ ایشون گفتش که پدرت گفته که من زودتر خواهم مرد. همینطور هم شد. مادر ما سال 34 فوت شد و پدر سال 60. مرحوم مطهری میبینه که پشت تشت تابوت اون مرحومه علامه مثل یه بچه گریه میکنه، مثل اینکه مادرش از دنیا رفته یه همچه حالی. فرمیگردن میگن آها مردم میبینن. خب شما پشت جنازه خانم. فرموده بود که آقای مطهری من ارزونم که طوریست که هیچ کاری بلد نیستم، کار خانه، کار بیرون، هیچ.
اگر مدیریت، حالا حاصل فرمایشون این بود، اگر مدیریت ایشون نبود، من عرفانم که نمیتونستم به ادامه، من هرچی دارم به زحمت و با معینیت ایشون. اشراف کامل داشتن، اشراف کامل داشتن به زندگی، ولی تربیت بچه ها رو به مادر ما سپرده بودن. تربیت بچه ها و امور داخل منزل منحصرا در اختیار مادر ما بود. به من میگفتن من روزی 14 ساعت کار میکنم مدام، گفتند یک روز در سال فقط تعطیل میکنم، اون روز عاشوراست. این هم به احترام واقعیت از سید شهدا. ایشون در روزه ها خیلی عشق میریختن، خیلی ولایی بودن، خیلی. در این روزه ها که حضور پیدا میکرد، وقتی منبر میده، وای طباطبایی همینجور با تمام بدنش می گریه میکرد، که گریه که میکرد بدن تکون میخورد. نسبت به ائمه علیهم السلام و امیرالمؤمنین یک ارادتی، یک پیوند عمیقی داشت. ایشون در این اواخر به حالت بیهوشی میرفتن، حتی عده‌ای از مراجع که میآمدن ایشون چشم باز میکردن، اما وقتی که نماز اول وقت میشد، ظهر میشد، بدون اینکه صدای اذان بشنون ایشون به هوش میآمدن، نمازشون رو میخوندن، دو مرتبه به هوش میشد. البته اواخر عمر خیلی در خودش بود، یعنی پیدا بود که یک تعلق خاطری به اون طرف داره و گویی مترصده به این که اولیای خدا بیاین و او را همراه خودشون ببرن. این اولیای خدا این چنینن، جلوتر یه چیزایی میفهمن و چیزی نمیگن، به کسی هم نمیگن. در یه جلسه نشسته بودیم، علامه هم نشسته بود، اون آقا که نقل میکنه خودش از شخصیت های مهم از مدرسین بزرگ حوزه است، از مدرس هم بالاتر. میگفت که نگاه کرد به علامه، عشق ریخت. گفتم چیته؟ گفت من تعجب میکنم سنگینی این مرد را زمین چگونه تحمل میکنه.